بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بصلی الله على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیت طاهرین. خب این بحث اعراب یا ترکیب این آیه 66 از سوره بقره، بله، یک قواعدی توی ادبیات هست درباره اعلال، ولی خب این قواعد رو هم اول باید ببینیم عرب کجا این قواعد را اعمال میکنه کجا اعمال نمیکنه. مثلا فرض کنید این آیه شریفه استحبذ علیهم الشیطان، استحبذ طبق اون قواعد اعلان باید بشه چی؟ استحاذه. بله خب اینجا اعلال نشده، یعنی اون قواعد رو اجرا نکردن. یه جاهایی هم نباید قواعد اجرا بشود، اجرا شده است. گاهی قاعده رو باید جاری بکنیم، جاری نمی کنند، گاهی بلعکس. اینجا الان یکی از این موارده. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اعوذ بالله، قوله اعوذ بالله، اصله اعوذ، نقلت الذمه من الواو الى الساكنه قبلها، ذم نقل داده شد از واو به عین که حرف ساکنه قبلش، من غیر استثقال لذلك. ببینید من غیر استثقال یعنی ثقیلم نبود، زمه رو وقتی نقل میدن که ثقیل باشد، اینجا من غیر استثقال، یعنی اینجا جای اون قاعده نیست ولی عمل شده. بن غیر انه لم، یعنی غیر انه لم و علت عین الماضی لتحرکها و انفتاح ما قبلها، الا این که چون اعلال شده عین الفعل، فعل ماضی، به خاطر اینکه لتحرکها و انفتاح ما قبلها، به خاطر اینکه متحرک است و ما قبلش مفتوحه، عوضه شده آزه. چون تو ماضی اعلال داریم و علت عین المضارع ایزن، با اینکه تو فعل مضارع دیگه این قاعده این که بگویید واو متحرک و ما قبل مفتوح و قلب بلد می شود، این چیزا تو فعل مضارع نداریم. چون ماضی اعلال شده مضارع هم اعلال شده، لیجری البابو علی سنن واحده، تا دیگه فعل ماضی و مضارع همه یه جور باشه. و کذالک القول فی اعاذه یعیذو استعاذه یستعیذو و همینجور، یعنی همین که ماضی اعلال شد مضارع هم اعلال می شود. بل اصل و اصل اعوذ بوده ا بزه یا بزو استعبزه یستعبزو، مثلا یستعبزو، خب باید بگیم که مثلا حرکت باب کسر بر باب ثقیل داده میشه به عینو میشه یستعیزو مثلا اینجوری. و قوله لا فارزون ولا بکر، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، بعد اون قابه باید لا فارزون ولا بکرون. قوله لا فارزون ولا بکر، قال الاخفشو ارتفع و لم ینتسب کما ینتسب المنفی.
اینچه گفته لافارزون بلا بکرون، نفرموده لافارزه بلا بکره یا بلا بکره، اینجوری نفرموده. لأنه صفتون لبقره، به خاطر اینکه این کلمه لافارز صفت بقره است و بقره مرفوع بود، اینا میشود مرفوع. یا ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، یعنی در واقع این لا نفی جنس و اسم لا نفی جنس و اینجوری نیست. اون چون گفت که اسباب تکراره، بله اون چون گفت که چرا چیزی نیست، گفت که تکرار، دلیل تکرار آورد. مثل تو اونجایی هم که بود که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اونجا هم یه جور دیگه گفت، نه تکرار یه جور دیگه بود، یه جور گفت که تکرار، یک جور لا خوفون چیز دیگه، اینجا از باب صفت. و قوله عبانون، عبانون بین ذالک، عبانون مرفوعون علا انهو خبر و مبتدئ محذوفن که انهو قاله هیه عبانون. پس هیه مبتدا که محذوفه، عبانون خبرش، عبانون بین ذالک حد بسطیس بین این ها. خب هیه عبانون. و قال الزجاج، آقای زجاج گفته ارتفع فارزون به ازمار هیه، ای هیه لا فارزون ولا بکرون. ما گفتیم که لا فارزون مرفوعه از باب صفت، آقای اخفش گفته که مرفوع است از باب خبر مبتدا، ای هیه لا فارزون ولا بکرون. اگر که اینجوری گفته ما هیه لا فارزون ولا بکر، اگر اینجوری گفته ما، مثل این که بینی تو لا حول ولا قوت الا بالله، یه مرتبه میگویم لا لا نفی جنس حول اسمش، یه مرتبه میگویم لا لا مشبهی به لیس حولون اسمش، یه مرتبه میگویم لا با حول ترکیب میشه، میشه یه کلمه نه دوتا کلمه. اونجا دیگه اصلا نباید بگوید که لا نفی جنسه یا لا فلانه، اینجا اینطوری ها. اگر من بگویم لا هیه فارزون، می شود هیه مبتدا فارزون خبرش، اما اگر بگویم که هیه لا فارز، هیه میشه مبتدا، لا فارز دوتاش یک کلمه است. نه اینکه موجب مدلو میگیم ترکیب. اونجا بینید یه وقت میگفتم که لا حوله، یه وقت میگفتیم لا حولون، یه وقت میگفتیم لا حولو، این لا حولو اینجوری است، دوتاش یک کلمه است. تو لا اله الا الله کلش میگیم یک کلش. تو روایات فراوانی هم اومده، مثلا میگیم که لا اله الا الله، کلش مثل اینه که بگوید الله، یک کلمه است لا اله الا الله، نه اینکه لا نفی جنس و اسمش و خبرش و استثناء و اینجوری نیست. همیشه میگیم که لا اله الا الله کلمت و توحید، کلمت و توحید، نه اینکه کلام توحید، یعنی یک کلمه است، مثل رحمان مثل رحیم یک کلمه است. نه این چیزا نده. تو بهار و لنوار نگاه کنید، صد تا روایت بیشتر داره که لا اله الا الله یک کلمه است و اسم خداست، اسم خداست. خیلی خوب. عبانون بین ذالک قاله، قاله آقا یکی زجاج، و انما جاز بین ذالک، انما جاز بین ذالک و بین لا یکون الا مع اثنین او اکثر
لأن ذلك ينوب عن الجمل. آیه شریف فرمود عبانون بین ذلک. آیا مثلا من میتونم بگویم که بین زید یا بگم بین منبر؟ غلطه دیگه، همیشه کلمه بین باید بین دو تا چیز باشه، باید بین سیاهی یا سفیدی، بین این خیابون با اون خیابون، اما نمیگن بین این خیابون، بین این خیابون، این غلطه دیگه. بین باید بین دو تا جمله قرار بگیره، در حالی که تو این آیه اینجوری نیست. فرموده بین ذلک، بین با یک کلمه به کار رفته، میخواد اینو بگم، میگه همانا جایز است بگوییم بین ذلک، که تو این آیه فرموده بین ذلک، در حالی که بین لا یکون الا با دو تا یا چند تا جمله. مثلا من میگم که بین زید و عمرو، بین این دیوار و اون دیوار، یعنی بین چند تا چیز بگیر، در حالی که اینجوری اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ انما جاز ذلک لأن ذلک، کلمه ذلکه ها، ذلکه رو معنا نکنید، لأن کلمه ذلکه خودش ینوب عن الجمل. این که قرآن فرمودی بین ذلک، این ذلک مثل اینه که بگم این دیوار و اون دیوار، این رنگ و اون رنگ، خود کلمه ذلک ها به معنی چند تا جمله است. لأن کلمه ذلک ینوب عن الجمل، نایب چند تا جمله میشه. مثلا ببینید زننت زیدن قائما، یعنی الان یه جمله کامل، فعل و فاعل و دو تا مفعول. حالا فیقول القائل قد زنن تو زاکه و زنن تو زالکه. شما میفرمایی زنن تو زیدن قائمن، یکی میگه منم همین فکر رو میکردم، منم همین فکر رو میکردم. الان اینجا یقول القائل قد زنن تو زاکه و زنن تو زالکه، این زاکه و زالکه یعنی چی؟ یعنی زنن تو زیدن قائمن، یعنی زنن تو زیدن قائمن، یعنی الان کلمه زاکه یا زالکه به جای جمله نشسته. پس تو آیه هم اون کلمه زالکه میشه جمله، خود کلمه زالکه آن جمله است. قال ابو علی، آقای ابو علی، ابو علی فارسی، ایشون گفته لا یخلو زالکه فی ما ذکره من قولهم زنن تو ذلکه من ان یکون اشارتن الى المصدر. این کلمه ذلکه که تو آیه ذلکه بود، این کلمه ذلکه تو این عبارت، همین که تقول زنن تو زیدن قائمن فیقول قائل فلان، تو این عبارت من قولهم زنن تو ذلکه، این کلمه ذلکه تو این عبارت خالی نیست از اینکه اشارتن الی المصدر، میتونیدم اشاره باشد به مصدر، اگه اشاره باشد به مصدر میشه چی؟ مفرد دیگه، جمله نیست. کما ذهب الیه سیبوی، پس میتونه اشاره به مصدر باشه، او یکون اشارتن الی احد مفعولی زننتو، یا میتونیدم که اشاره باشد به یکی از دو مفعول زننتو، یعنی بازم مفرد، او یکون نائبتن عن الجملته، یا نائب از جمله، که این همون حرفیه که اول ما گفتیم. بله، حالا این خیلی حرف داره، دانم دارم بس زننتو، زننتو گاهی مثلا خود یک مفعولش دو مفعول حساب میشه، یا مثلا گاهی یک مفعولش خودش یک نوع جمله است، حالا این بس ها نمیخواد. کما قاله ابو اسحاق، همونجور که آقای اخفش گفته است، بلا یجوز ان یکون اشارتن الى احد المفعولین، و جایز نیست اشاره باشد به یکی از دو تا مفعول. بین تو ادبیات میگفتن این کلماتی که دو مفعولیه،
یا دو تا مفعولشو میارند یا دو تا رو حذف میکنند. اما یک مفعول رو بیاریم یکی یا نیاریم غلطه، مگر در جایی که یک مفعول تعبیل به مصدر باشه، یعنی از این مفعولی که تعبیل به مصدر میره، مثل ان فلان، که ان با اسم خبرش اگر بشود مفعول، این یه مفعول جای دو تا مفعوله. بلا یجوز ان یکون اشارتن الا یکی از دو مفعول، چون اگر یه مفعول بود اون یکی هم باید بیاد. لنه لو کان کذلک، اگر یکی بود لازمن یذکر الاخر، اون یکی هم باید بیاد. گفتم فقط بعضی جاها لازم نیست، اون کجاست؟ یک مفعولی که قائم مقام دو مفعوله، اونجا لازم نیست. کما انک لو ذکرت اسم المشار الیه للزم فیه ذلک. حالا اگر که شما به جای اینکه مثلا من میتونم بگم زنن تو زیدن قائمن رو نیارم، این غلطه دیگه، یا بگم زنن تو قائمن، این غلطه، یکی بیارید یکی نیارید غلطه، یا باید دوتا رو بیارید یا هیچ کدام. حالا اگر که گفتم زنن تو زالکه، زنن تو زالکه، زنن تو فعل و فاعل، زالکه یه مفعوله یا دوتا مفعوله؟ ببینید دوتا مفعوله که دوتا باشه، چون نمیشون که یکی بیاریم دونه دیگری. اگر اسم مشار الیه را آوردی للزم فیه ذلک. و کما انک اذا ذکرت المبتدا، مثلا شما همین دوتا مفعول مبتدا خبرن دیگه، دوتا مفعول مبتدا خبره، اگر که شما مبتدا را آوردید لزمک ذکر الخبر، باید خبرش هم بیارید. او یعلم من الحال ما یقوم مقام ذکر کلهو، یا یه قرینه حالیه بیارید که اون قرینه حالیه کفایت بکنه از اون یه مفعولی که نیوردید. بلا یجوز ان تکون نائبتا عن الجمله هنا بلا اشاره الیها، و جایز نیست که این ذالک نایب از جمله باشد و اشاره به جمله نباشد. بلا یجوز ان تکون نائبتا عن الجمله، بلا یجوز ان تکون اشارتا الى الجمله، کم یعنی این ذالک نه اشاره به جمله ها بلکه خودش دو تا مفعولیه. کما لم ینوب ان الجمله فی غیر هذا الموضع من المواضع التي تقع فيها، کما لم ینوب ان الجمله، کما اینکه این ذالک نایب جمله نمیشه در غیر این موضع از مواضع دیگری که تقع فیها الجمل، نه جمله، الجمل. نحو صلت الذی و وصف نکرات. صله الذی چجوریه؟ صله الذی باید جمله باشه. شما نمیتونید مثلا مبتداشو بیارید خبرشو نیارید، یا خبرو بیارید مبتدا نیارید. صله الذی باید جمله باشه. وصف نکرات هم باید چجوری باشه؟ جمله. جمله وصف نکرات دیگه. جمله هیچ وقت صفت بر معرفه واقع نمیشود. حالا که جمله با یه صفت برای نکره واقع بشه، این جمله اگر مبتداشو بیارید بی خبر یا خبرشو بیارید بی مبتدا غلطه. فثبت، معلوم شد، ان ذالک، کلمه ذالک، نگوید ثابت شد اون مطلب ها، ثابت شد کلمه ذالک فی قولهم زنن تو ذالک. این ذالک غلط، ذاکه باید باشه. ها؟ ذاکه؟ خب پس اون درسته، این غلط، این که دست من غلط، اما ذاکه درسته. اونجا هم جمله بود یا جمل بود؟ جمل؟ خب پس همون درست بود. ثبت ان ذالک فی قولهم زنن تو ذاکه، و
یعنی اشارتن، یعنی زاکه که اسم اشاره، زنن تو زاکه اشارتن الی المصدر الذی هو زن، اشاره است به مصدر و مصدرم گفتی مفرده دیگه. زنن تو زاکه، زاکه یعنی همون زنی که شما داشتی، اون زنه رو منم دارم. بلا یجوز ان یقع اسم مفرد موقع جملته، نمیشود یک کلمه زاکه که اسم مفرده به جای یک جمله بشینه. بلو کان سائغن ان ینوب زالک ان الجمل لما جاز وقوعه هنا، اگر جایز باشد که کلمه زالکه به جای جمله بشینه، اینجا نمیتونه به جای جمله بشینه. اگه زالکه بتونه در جای جمله باشه اینجا نمیشه. لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل، چون ما نحن فی مثل اون کلمه زنن تو فلان نیست که جمل بود. الا ترى ان ذلک اشاره الى ما تقدم من ما دل عليه قوله لا فارض ولا بكر، چون اینجا جمله نبود، اینجا مفرده. چرا مفرده؟ این که میگوید که ابانون بین ذلک، ابانون بین ذلک، نمیخواد بگه حد وسط بین دو تا جمله، میگه ابانون یعنی حد وسط است، بین ذالکه یعنی این دوتا مفرد، حد وسط است بین رنگ زرد و رنگ فلان، یعنی بین دوتا مفرد. بله الا ترا، آیا نمیبینی که ان ذالکه، کلمه ذالکه اشارتون الی ما تقدم، اشاره به ما قبل آیه است، من ما دل علیه قوله لا فارسون ولا بکرون، اشاره به اینجاست. این لا فارسون ولا بکر مسترشو میشه چی؟ بکارت و فروز. فروز جمعی مستر فارس، بکارت مستر بکر، و ذالکه اشاره به این دوتو مستره و مصدر هم مفرده. خب بله، اما نگفت که اشاره است به فارز و بکر. فروز مصدرش آورد، بکرم نگفت، بکارت مصدرش آورد. ها نه نه، مصدر مصدر عروز، گاهی به معنی جمع عرزه، گاهی به معنی عارض شدن مستره. فا اینما یدل قوله ذالکه علیهما، پس این کلمه ذالکه تو این آیه دلالت میکنه بر این بکارت و فروز. فلو کان واقعا موقع جملتن ما دل علیه ما، اگر که میخواست دلالت بکند بر جمله، یا مثلا این کلمه ذالک به جای جمله نشسته بود، دیگه اشاره به این دوتو مصدر نیست. لأن الجملت یسند فیها، لأن الجملت یسند فیها الحدث، کتاب شما یا الحدث یا الحدث، لأن الجملة يسند فيها الحدث إلى المحدث عنه، یا این که نه، لأن الجملة يسند فيها الحدث إلى المحدث عنه، این طوری باید باشه. دا جمله از یه چیزی صحبت میکنه دیگه، هر جمله از یه چیزی داره خبر میده. میگه جمله یسند فیها، هم مسند و مسندون الیها، هر جمله ای نسبت داده میشود توی جمله الحدیثو، یعنی اونی که داریم دربارش حرف میزنیم، اون مسند الحدیثا یعنی مسند، هر جمله نسبت داده میشه در اون جمله مسند، به کی نسبت داده میشه؟ به مسندون الی،
محدث عنه مسند الیه. بله ولیس باحد من الفروز بل بکارته یسند الی الاخر. و این فارز و بک اینه که به هم نسبت داده نمیشن، یعنی اینکه اینه یه جمله که نیست، اون یه چیزی یه چیزی دی. این یه رنگی اونم یه رنگی، جمله اصلا نیست. بلیس باحد من الفروز بل بکاره یسند الی الاخر، یعنی جمله نیست. الا ترا ان المعنا، بله بلیس باحد من الفروز بل بکارته یسند الی الاخر یحتمل، که این یسند به مسند درستش باشه. عبارت اینجوری است: بلیس باحد من الفروز بل بکارته به مسند الی الاخر یوسن. ببینی اینا معمولا تو چاپ ها اینا نسخه خطی رو اشتباه میخونن، اینطوری میشه دا. مثلا به مسند با همون یوسند خیلی قریبه به همه دیگه، یعنی این به مسندن الالآخر. الا ترا ان المعنا بین هذین الوصفین، آیا نمیبینی که معنای آیه بین این دوتاست؟ یعنی میخواد بفرمید رنگ اون گاو یا مثلا شغل اون گاو، کار اون گاو اینه که لا بکرون بلا فارز، نه اینکه مثلا فرض کنید که باکره باشه، نه اینکه فارز و پیر باشه، بنزه یکی دوتا زایده نبیشتر. الا ترا ان المعنا، معنای آیه بین هذین الوصفین است. به هاسا واضحون، بر خود صاحب مجموع بیان اینا واضح بود. و علم ان الاسم الذي يضاف اليه بین لا يخلو من ان يكون دالا على واحد او على اكثر من واحد. کلمه بین، مثلا نمیگم بین قلم، بین کتاب، باید بگیم بین دو تا چیز، بین سه تا چیز. اسمی که اضافه میشود به او کلمه بین خالی نیست از این که دلالت بکنه بر یک یا بر بیش از یک. فا این کان دالن علال واحد غیر دالن علا اکثر من، اگر که دلالت بکنه بر یک و بر بیشتر از یک هم دلالت نکنه، مثلا بگید بین زیدن، دیگه بر بیشتر دلالت نمی کنه دیگه. اگر گفتید بین زیدن حتما با یه چیزی عطف بشه، بین زیدن به امرن. او تفه علیه اسمون آخر، با یه اسم دیگه بیارید. لما ذکرنا من ان اصله الافتراق، چون گفتیم که کلمه بین به معنی افتراقه، وقتی میخواییم بگیم فرق این یک با چی توی آیم فرموده بین فارز و بکر، چون اصلش افتراقه یعنی جدا کردنه. خب جدا کردن که یک که نمیشه جدا، باید همیشه جدا کنی یه چیزی را از یه چیزی. فکما یمتنه ان تقول افتراق و زید، اجتماع و زید، این حرف غلطه دیگه، اشتباس که شما بگوید افتراق زید، مگر که بگوید افتراق زید ان امر یا افتراق زید به امر، اجتماع زید به امر. حتی توزیب الیه ما یزید و بهی علال افراد، حتی توزیب الیه تا اضافه کنید به اون مفرد ما یزید و لعنت الله علیه علال افتراق. بله بعضی زنها وقتی این جلسه قرآن دارن، قرآن که میخونن همچی که میرسن به یه آیهی که کلمه یزید توشه، میگن لعنت الله علیه، مثلا به یزید و ظالمین میگن لعنت الله علیه. عجب این ظالم، این یزید اسمش تو قرآنم اومده. آره
همومیشه. حتی توضیح فقیرت رو اضافه کنیم بهش، اون چیزی که یزید و لعنت الله علیه بهی علال افراد بیش از مفرد بشه، بگیم بین زید و یه چیز دیگه، و یه چیز دیگه اضافه بر افراد. کزاله که لا تقول بین زید، نمیگویی بین زید حتی توضیح فعلیه آخر، یه چیزی هم بهش اضافه کنی بلواو دون غیرها، یعنی اضافهش هم با یه بابا. بفرمایید که بین زیدن و امرن دون غیرها من الحروف العاطفته، حرف دیگه هم نوایی بیار. این در صورتی بود که کلمه بین اضافه بشود به مفرد، هر وقت اضافه شد به مفرد با یه چیز دیگه هم بیاد، که تو آیم اینطوریه، تو این آیه اینجوریه. و ازا کان الاسم دالن علال کسرته، این اسم یعنی چی؟ یعنی اون مضاف الیه بین، اگر مضاف الیه بین مفرد نبود، جمع بود، جمله بود، اگر اون دالن علال کسرته، دلت بگونه بر کسره، به امکان مفردن، ولی اون مفردن باشه دا. مثلا کلمه بین رو اضافه کنید به قوم، الان قوم مفرده اما دلالت میکنه بر کسرت، وقتی که دلالت کرد بر کسرت جاز ان یضاف بین الیه، میشه بین رو به این کلمه قوم اضافه کنیم، یه چیز دیگه هم لازم نیست عطف کنیم. و اما قوله عوان بین ذلک، آیه شریف فرمود که عوان بین ذلک، فانما اضیف فیه بین الى ذلک، تو آیه کلمه بین اضافه شد به ذلک، مثل اینه که بگیم بین اضافه بشه به قوم، بگیم بین قوم. من حیث و جاز اضافته الى القوم، مثل این که جایز است اضافه بشه این کلمه بین به قوم. و ما اشبه ذلک من الاسماء و اسمهای دیگر التي تدل على نکره، مثلا شما بفرمایید بین لشکر، بین جند، دلت میکنه بر کسرت دیگه، اسمایی که دلت میکنه بر کسرت، بین الجند، بین القوم. و انما جاز ان یکون قولنا ذلک یراد به مرتن الانفراد و مرتن الجمع و الکسرت، تو این آیه کلمه ذلک مضاف الیه واقع شده دیگه، بین ذلک، این ذلک میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه، و همان جایز است این که این قولنا ذلک، این ذلکی ای توی آیه یراد بهی مرتن الانفراد و مرتن الجمع و الکسره، یه بار به معنی انفراد یه بارم به معنی جمع و کسرت. چرا جازه کلمه ذلک اینجوری باشه؟ لمشابهته الموصولته، چون کلمه ذلک مثل من، مثل ما، قبلا هم تو آیات داشتیم که یه مواردی بود که توی یک آیه یک کلمه رو، تو یه آیه یه کلمه رو ضمیر مفرد و ضمیر جمعش برگردونده بود. من آمنه منهم، یعنی من موصول آمنه ضمیر مفرد بهش برمیگرده، منهم ضمیر جمعش برمیگرده. تو یه آیه این کلمه منوها یه بار مفرد، تو همین آیه دوباره یه ضمیر جمع، هم مفرد هم جمع به من برمیگرده، چون شبیه به موصوله، مثل الذی، مثل ما، مثل من، اینا هم ضمیر مفرد هم ضمیر جمع، هم ضمیر مذکر هم ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. اما ترا عمل بابین یشتبهان فی دلالت کل واحد منهما الا غیر شیء بعینه، آیا نمیبینی که هر دو تو باب یعنی چی؟ باب اشاره، باب موصول، باب اشاره و باب موصول، یشتبهان شبیه همند،
در این که دلالت میکنن هر کدومشون بر یه شیء غیر عینه. ذالک اسم اشاره است به مفرد مذکر لا به عینه، ما و منم همین مفرد مذکر لا به عینه. فجاز ان یراد بهی الواحد مرتن و اکثر من الواحد مرتن، میشه اراده بشه مفرد، میشه بعد اراده بشه بعد جمع. و یدل علی ما ذکرناه من قصدهم به ذالک الجمع و ما زاد علی الواحد. اما رعبه لما قال له ابو عبیده فی قوله، شاهد این که با کلمه ذالک همیشه مفرد اراده کرد، همیشه باید جمع اراده کرد. دلالت میونه بر اون چی که ما گفتیم که قصد کردن به ذالک، قصد کردن با کلمه ذالک هم جمع رو هم مازاد علال باهه کسرت این رو. شاهدش اینه ها، یدلو این شاهدش اینه که اما رعبه، آقای رعبه، لما قال له ابو عبیده فی قوله، ابو عبیده به این رعبه گفت که این شعری که شما گفتی شعر اینه، فیه خطوط من سواد و بلق که انه فی الجلد تولیع بحق. فیه خطوط من سواد و بلق، توی اوست، توی اون حیوان مثلا خطهای سیاهی هست و بلق هست، یه چیزایی هم سیاه و سفید هست، یعنی رنگش یه دست نیست. که انهو فی الجلد تولی اون بحق، گویا در پوست او یک نوعی مثلا مریضی گری، یا مثلا مریضی پیسی، اون که پیسی داره رنگش دو جور میشه دیگه. خب ابو عبیده به رعبه گفت که ان اردت الخطوط، این که انهو، این ضمیر که انهو به خطوط برمیگرده، به خطوط، خطوط هم جمعه، اگر که ضمیر به خطوط برمیگرده همیشه به جمع با یه ضمیر مفرد مؤنث برگردونیم. اگر که این که انهو، یعنی که انه اون خطوط، اگه اینجوری میگی وجب ان تقول که انها نه که انهو، یعنی که انهو غلطه، باید بگی که انها، چون گفتم به جمع ضمیر مؤنث باید برگردونیم. و این اردت السواد بل بلغه، این که انهو یعنی که انه اون سواد و بلق، اگه اینو میگویید باید بگوی که انهو ما، وجب ان تقول که انهو ما. خب این اشکال رو ابو عبیده به رعبه گرفت، گفت شعرت غلطه، یا باید بگی که انها یا باید بگی که انهو ما. قال، آیا رعبه جواب شعر رو داد، جواب اشکال رو داد، گفت که عرد تو کأن ذالکه، ای کأنهو، ای ضمیر کأنهو به جای ذالکه. و چجور ذالکه؟ گفتیم یه اسمیه که مثل موصول هم اشاره است به مفرد هم به جمع، ضمیر مثل موصوله، هم اشاره به جمع هم اشاره به مفرد. آره دیگه همه شونو میگیره. قال، آقای رعبه گفت عرد تو که انه ذالکه، یعنی این هو به جا ذالکه است، اگر که هو به جا ذالکه باشه من چه خطوط اراده بکنم چه سواد و بلغ اراده کنم همش درسته، شعر غلط نیست. فعلم بهی، از این شعر معلوم میشه انهم یقصدون به ذالکه غیر المفرد، معلوم میشه عرب ها با کلمه ذالکه اشاره میکنند غیر مفرد را. عوانون بین ذالکه، عوانون یعنی حد بسط است بین، نه اون فارز نه اون بکر، یه چیز دیگری. و یدلو علیه ایزن، دلت میکنه باز بر این که کلمه
ذالک برای جمله است، برای کثرت قول القائل، اون که گفته ان للخير و للشر مدن و کلا ذالک وجه و قبل، برای خیر و برای شر پایانی است. سختی یه روز تموم میشه، خوبی هم هست یه روز تموم میشه. و کلا ذالک وجه و قبل، کلا ذالک یعنی ذالک هم خیر هم شر، دوتای اینا وجه و قبل. به هر حالی شما یه روزی براتون روز سخت میشه تو زندگی، ولی بدون یه روزم روز خیر میشه. اگه الان روز خیرتونه، بدون یه روز شری هم خواهد داشت. اگرم که الان روز شر، بدون یه روز خیری خواهد داشت. بله، قرآن انما الحیات دنیا زهرتو، زهره شکوفه، قنچه، قنچه یه روز خیر دنبالشه که این گل شکوفا میشه. همینم که شکوفا شد، فرداش دیگه بجمرده میشه. دنیا منشوریه برای هر کسی. الا ترا ان کلا لا تضاف الی المفرد. الا اینجا گفته کلا ذالکه، کلا میگفتن باید به تثنیه اضافه بشه دیگه، کلا هما، کلا به مفرد اضافه نمیشه. السلام علیکم. کلا باید اضافه بشود به تثنیه. آیا نمی‌بینی که کلا اضافه نمی‌شود به مفرد؟ فلولا، پس اگر نبود که ان المراد به ذالک، مراد به این ذالک غیر الافراد. این ذالک مفرد نیست، اراده نشده مفرد. لما اضیف کلا الیه، اگر که این ذالک مفرد باشه کلا بهش اضافه نمیشه، حالا که اضافه شده پس معلوم میشه مفرد نیست. و کذالک القول فی عوانون بین ذالک، پس تو آیه شریفه عوانون بین ذالک هم همین جوره، یعنی اون بین اضافه شده به ذالک، ذالک مفرد نیست. بل مرادو به ذالک، این ذالک توی این آیه یعنی چی؟ از زیادت و علل واحد، بیش از یک. عوانون بین ذالک بسطیست بین این بیش از یک. الا ترا، آیا نمی‌بینی انه اشارتون، این ذالک ها اشاره است، الی ما تقدم من قولی، اشاره است به ما قبل، من ما دل علی الفروز و البکارته، اشاره است به ما قبل که ما قبلمونی بود که دلالت میکرد بر اون فارس و بکر، و بیش از یک دیه فارس و بکر، و میگه بین اینها. خب اینا تمام شد، این تا اینجا توضیح کلمه بین. اونا گفتن که خدا بگوید ماهیه، این گابه چجوری گابیه، ماهیه و موز و ما من قولهی ماهیه یا ما لونها، این مای ماهیه یا ما لونها، این موز و ما رفعون، این ما میشه محلن مرفوع، لأنه خبر المبتدا، این ما میشود خبر مبتدا، لأن تعویله الاستفهام، چون تعویل این ماهیه یا مالونه ها اینه که جمله جمله استفهامی است. ای ایو شیئن هی، ایو لونن لونها، بینی اون هی مبتدا، ایو شیئن خبرش، ایو لونن لونها، لونها مبتدا، ایو لونن خبرش. خب گفتن که رنگش چجوره، قال انه یقول انها فلان، انها مثلا صفرا و فاقون فلان، قال انه یقول انها، موسی گفت که خداوند میفرماید که اون گاب چنین و چنان است. اینو تو عوامل جامع المقدمات بود که ما بعد قول ان خونده میشه نن، حالا همینو میخواد بگوید، میگه که ما بعد القول من باب ان مکسورتون ابدا، ما بعد قول ان همیشه مکسور است نن. خب این تا اینجا جامع المقدمات. حالا چرا میگه که انکه لم تذکر القول فی صدر کلامک،
علت این که انه رو انه میخونی ما، علتش اینه که گویا شما اون قول رو نیاوردید. مثلا قول تو انکه، مثل این که این قول تو رو اصلا نیاری، اون انکه صدر یه جمله است. که انکه لم تذکر القول فی صدر کلامک و انما وقعت قول تو فی کلام العرب الا ان یحکا بها ما کان کلامن یقوم به نفسه قبل دخوله ها. وقتی مثلا من میگم که قول تو فلان، این قول تو فلان، اون فلان خودش یه جمله است بدون کلمه قول تو، اون خودش یه جمله است. وقتی خودش میخواد یک جمله باشه با یه انه بخونیم، چون اگه انه خوندم که دیگه جمله نیست. انما وقعت واقع میشود کلمه قول تو، قولی که اولشه، فی کلام العرب، تو کلام عرب، الا ان یحکا بها، حکایت بشود با این قول تو، یعنی قول تو دارم با قول تو نقل میکنم، ان فلان با یه جمله باشه، حکایت بشه ما کان کلامن یقوم به نفسی، خودش یه کلام باشه، یقوم به نفسه باشه، یعنی ان نباشه که لا یقوم به نفسه ها، ان نباشه، یقوم به نفسی قبل دخول قلتو، قبل از دخول قلتو، یعنی قلتو رو برش دارید اون ما بعد خودش باید بشه یه جمله. من گفتم فلان مطلب، این من گفتم اگه برداری اون بعدی باید بشه یه جمله، اگر میخواد یه جمله باشه پس باید این نباشه دیگه، انا نمیشه. فیعدا مع ذکرها ذالک لفظ، پس ادا میشود با ذکر قلتو اون لفظه که خود اون لفظه یه جمله است، اون لفظه یه جمله است، با قلتو اون رو اداره ادا میکنه. مثلا تقول، مثلا شما میفهمید قلت و زیدون منطلقون، حالا قلتوشو بردارید زیدون منطلقون یه جمله است، قلتو سرش در اومده، پس هر وقت قلتو میاد بعدش با یه انه بخونیم، نه انه. که انکه حکیت زیدون منطلقون، گویا شما با این قلتوها حکایت کردید زیدون منطلقون را، و زیدون منطلقون یه جمله است، و کذالک ان زیدن منطلقون یه جمله است. ازا حکیتهو، وقتی این ان زیدن منطلقون را حکایت میکنید، قلتو تقولو، میگوی قلتو ان زیدن منطلقون، نمیتونی بگوی قلتو ان زیدن، قلتو ان نمیتونیم بگویم. پس دلیل این که بعد از قول این نبای خونده بشه نه نه، دلیلش این بود. بله. و قوم من العرب، اما بعضی از عرب ها، یعنی بنو سلیم یا بنو سلیم، بنو سلیم، یجعلون باب قلتو که باب زننتو، گفتن باب قلتو مثل باب زننتو. تو باب زنن تو چجوری بود؟ ما بعد زنن تو دوتا مفعول بود، ولی این دوتا مفعول در اصل مبتدا خبرند. اگر قلتو هم مثل این باشه با یه ما بعد قلتو مبتدا خبر باشه، اگر مبتدا خبر شد باز میشه. بله؟ نه نه، این نه، گفتم زنن تو اگر که ان نباشه وقت میشه یک مفعول قائم مقام دوتا، همه حالو گفتم، اگر ان نباشه میشه چیزی؟ یک مفعول قائم مقام دو مفعول. اما اینجا الان میخواد مثال بزنه برای دوتا مفعول. کباب زنن تو فیقولون قلتو زیدن منطلقن، یعنی دوتا مفعوله. اگه فرمایش شما بود که ان نبشه اینجا ها، وقت میگفت که زنن تو ان زیدن منطلقن، وقت ان زیدن منطلقن میشود یک مفعول، یه مفعول که باشه انم یه مفعولیه. فیقولون قلت و زیدن منطلقن، زیدن منطلقن میبینید دوتا مفعولیه ها، زنن تو هم دوتا مفعولیه.
خیلی خوب. بله آره دیگه یه جمله. و قوله فاقعون لونها، فاقعون لونها تسر ناظرین، فاقعون لونها، فاقعون لونها، فاقع اسم فاعل، لونها چرا مرفوع، ارتفع لونها به انه فاعل و فاقع، خود فاقع اسم فاعله، اسم فاعل هم فاعل میگیره میشه مرفوع، ارتفع لونها به اینکه فاعل فاقع. و هو صفت لبقره مثل صفرا، فاقعون صفت بقره است مثل کلمه صفرا تو آیه قبلی که صفت بود. خب صفت بله، این البقره غلط سا، البقره غلط ها. به هو صفتون لبقره مثل صفرا. و کذالک که تسر الناظرین، تسر الناظرین هم همینجور جملتون مرفوعت الموضع محلن مرفوعه به کونها صفتن لبقره، نه این که بقره نکره است، جمله هم گفتیم که صفت برای نکره. و یقال فقع لونه یفقع فقوعا و فقع یفقع، یعنی هم باب ثلاثه مجرد هم باب تفعیل به کار می رود، یعنی اذا خلصت سفرته، وقتی زردیش خالص باشه هیچ رنگ دیگه نداره. و قوله ان البقره تشابه علینا. السلام علیکم.